خداوند مهربان. السلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدین به برنامه افطاری و آرزو دارم صحت و سلامت باشین در هر کجایی که هستین، در داخل افغانستان و یا هم بیرون از افغانستان بیننده برنامه ما هستین. از همتان تشکر، طاعت و عبادتتان قبول باشه. باز هم برنامه افطاری شروع شد و تا یک ساعت ادامه دارم. مهدی همدرد با همکار خوب مجیب جان عارض در خدمت شما هستیم با مهمانانی که امروز دعوتشان کردیم. مجیب جان سلامت باشین. هدی جان سلام به بیننده های خوب برنامه افطاری، آرزو میکنم که روز را به خوبی سپری کرده باشین و خوشحال هستیم از اینکه تا یک ساعت دیگه با شما هستیم و آرزوی ما این است که از تماشای برنامه و افطاری شما لذت ببرین و شما هم یک افطار خوب و خوش داشته باشین. فضای ما رو میبینین که چقدر زیبا و مقبول است و بسیار هم آرام بخش و انشاءالله کوشش ما این است که به این فضا با بخش های مختلف معنویت بیشتر ببخشیم. علی جان این شما را سعی کنین که بله شم روشن است که همگی دوستش دارن و مخصوصا ما شما پروانه واره چهار طرف شما شیشتیم. جا داره دوستا که تشکری کنیم از اوتیداد هموطنان عزیز ما که در این شرایط سخت در خدمت مردم هستند، به مثل نیروهای امنیتی افغانستان، جامعه طبی و همچنان تمام اصناف دیگه که در این روزای سخت مصروف کار و خدمت به مردم هستند. خداوند در حفاظت خود اینا را داشته باشد که با وجود قیود روزگردی اینا میآیند و کار میکنند و بله. خدمت میکنند. بله. و یک چیز دیگر عدی جان متوجه هستین که این قرنطین و این ویروس کرونا بر ما شما بسیار درس‌های دیگه هم داد که بله، ما قدر بسیار چیزها را فهمیدیم. واقعا قدر دوستای ما را، ای که در کنار ما باشن و در کنارشان باشیم، با هم باشیم، قدر خانواده را و قدر کسب و کارا را. بله واقعا حال بسیار مردم به مشکل است به خاطر کوید روزگردی. تعدادی از بخشایی که کار نمیکنن و خدمات ندارن ایران ماندن که عالی کار خود ما چطور پیش ببریم. بله و همونطوری که شما گفتین دمی وقت سخت امی چپن سپیدا و قهرمانای امنیتی ما در خط اول هستن و در پهلوی از یا بسیار کسایی هستن که کوشش میکنن خودشان برسانن برای کمک برای کسایی که نیازمند هستن. از شما هم بسیار تشکر. همتان در پناه خداوند یکتا باشید. بله. البته خبرنگارا و کارمندان رسانه ها و تلویزیون هم ما را فراموش نکنید. شامل ای گروه میشن و من تشکر میکنم از تمام همکارانم که اینا هم مصروف تهیه برنامه هستند تا ای که شما در خانه بشینین و از دیدن تلویزیون و از دیدن برنامه لذت ببرین، که انشالله همتون باشه و شما در خانه باشین و مراد بکنین قرنطینه. خب به می امید و آرزو برنامه امروز آغاز میکنیم و در بخش اول عدی جان چی داریم؟ باز هم تلاوت بسیار زیبا میشنویم از قاری صاحب سجاوید کاظمی و با این تلاوت دل و روح ما را شاد میسازن. قاری صاحب بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان الإنسان في أحسن
تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم اللهم نوِّر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن أدخلنا في الجنة بالقرآن أصلح أمورنا بالقرآن واشف أمراضنا وأمراض المؤمنين بعزة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين آمین يا رب العالمين ماشاءالله بسیار زیبا و بسیار عالی بود تشکر میکنیم از قاری صاحب ممتاز قاری سید جاوید کاظمی با این تلاوت زیباشان ماشاءالله خداوند یک صدای بسیار مقبول داده اینا را سلامت باشین و خدا کنه که به برکت این آیات متبرکه خداوند اتحاد و دوستی و همدلی ما و شما را دیگه هم مستحکم تر بسازه خداوند ویروس کرونا را از سراسر دنیا پاک بسازه و این ویروس را گم کنم مخصوصا از افغانستان عزیز ما و همچنان با امید یک صلح و امنیت سرتاسری در کشور ما خوب عزیز جان اینجا خوب بسیار فضای خوب بود حالا بریم طرف جایگاه ما شما خب مجنون عزیز ما هم مصروف کار است مجنون ما امروز نمیفهم که بر ما و مهمان ما چی تهیه میکنه مجنون جان خسته نباشی روز بخیر گذشت سلام جان خوب هستین ساعت خوب است سلامت باشی عزیز بخیر باشی اوهو ای کیله چی میکنه امروز سر میز یک نو فروت سالاد در نظر گرفتیم بر مهمان بسیار خوب بسیار عالی هر قدر که غذای خوب بر مهمانای ما تیار کنی ما خوش میشیم و دعایت میکنیم دیگه کدام غذا برای افطاری امشب داریم ما برای امشب یک قورمه سبزی آماده ساختیم واه واه سبزی پالک است و امرای گوشت لوبیا همه چیزا مکس شده بسیار خوشمزه و با بسیار عالی تعریف های قورمه سبزی را ما بسیار زیاد شنیدیم انا بخیر امروز این امرای مهمان ما امتحان میکنیم یک چلو آماده ساختیم دیگه و چلو است یا پلو پلو بسیار کار نیک است تشکر میکنیم مجنون عزیز حتما بخیر در افطاری شما را میبینیم آل وقفه میگیریم از جاش و شما منتظر ما باشین مهمان خوب ما پس از وقفه به برنامه میرسه وقفه جوس پارادایس تازگی قلب و قوت زندگی از خوردن این جوس خیلی لذت میبرین در ماه مبارک رمضان حتما استفاده کنین در افطار
و چون که برنامه افطاری است و میفهمیم که شما هم منتظر مهمان ما هستین، مهمان ما امروز یکی از شخصیت‌های مستعد، وطن دوست و خیرخواه هستند که در سال‌های اخیر در بخش‌های مختلف شهرداری در خدمت مردم بودند. انجینیر صاحب تواب احمدی، رئیس ناحیه 15 شهرداری کابل را به برنامه خوش آمدید میگیم. جناب صاحب بسیار خوش آمدین. السلام علیکم. خوش آمدین. السلام علیکم. بخیر باشین. عالمگی عظیمی سلام علیکم. بسیار خوششان میاد که دست بسینه باشه و از فاصله دور باشه. والا وضعیت کرونایی متاسفانه که همین شرایط برای ما و شما مسائل ساخته که اگر فاصله را مراعات نکنیم. اگر نه بسیار دوست داریم که ما میمانای خود در آغوش بگیریم و باشان قال بدیم. بسیار زیاد تشکر که دعوت ما را پذیرفتین انجینیر صاحب و امروز مهمان ما شدین. زنده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجرد به شما مجیبیان، به خواهر عزیز ما هدیه جان و همه عزیزایی که ما را بیننده هستند از طریق تلویزیون. ما آرزو داریم که از آفات کرونا دور باشند و دسترخوانشان در این ماه مبارک رمضان پر رنگ باشه. خیر باشید. انجینیر صاحب عزیز، با وضع قیود روزگردی در کابل، آیا کارهای شما و همکارانتان کم شده و یا طبق نرمال پیش میره و یا بیشتر هم شده؟ ما باورم ایست که همو شکلی که نیروهای امنیتی ما در خط مقدم جبهه قرار دارن و همچنان چپان سفیدهای ما، دکتر صاحبای عزیز ما در خط مقدم جبهه قرار دارن، ما هم فکر کنید که ما هم در خط مقدم جبهه هستیم. تقریبا از ماه مبارک رمضان به این طرف به خاطر توزیع نان خشک برای مستحقین، تمام شهرولی کابل مصروف خدمت رسانی برای مستحقین بخصوص به شهروندان هستیم. ما شب و روز نداریم، شب و روز در خدمت مردم هستیم به این که علاقل یک نان خشک سر سفره وطندارای عزیز ما برسه. تلاش ماییست همه شهروالی کابل تا بتانیم یک علاقل کمک برای مستحقین داشته باشیم و کمک بکنیم. بسیار عالی. پس نارنجی پوشار هم عده جان، ما شما از دعای خود فراموش نکنیم. سلام برشان تقدیم. برای تمام خانواده های عزیزشان زنده باشین، دستایتان درد نکنه که شما تمام روز زحمت میکشین، شهر پاک میکنین و تایی که ما راحت باشیم. ولی بعض وقتا ما، تمام ما قانون مراعت نمیکنیم. هر چیزی را که میخورین زباله ها را روی سرک بر جایی که دل ما خواست مندازیم و نباید این کار را بکنیم هیچ وقت، هیچ کدام ما. خب آقای احمدی، در این سالهای اخیر شما در بخش‌های مختلف در شهرداری مصروف کار بودین. میشه که کوتاه صحبت بکنین از کار و از وظیفه‌تان، چی بخش‌های را کار کردین و از تجربتان کمی قصه بکنین؟ اول ما یک پیام متفاوتر میرسانم به این که به نسبت مصروف بودن یا خدمت رسانی برای تمام شهروندان شهر کابل، بخصوص به خاطر توزیع نان خشک، تعداد از همکاران ما، رئیس صاحبا، معین صاحبا و جناب شاروا صاحب، همه مصروف همی برنامه بودیم. متاسفانه از تعداد رئیس صاحبای ما یکی دو معین صاحب ما تست کرونا از اینا مثبت آمده. اما برای اینا شفای عاجل میخوایم. این دلیلش است که شب و روز ما در خدمت مردم قرار داشتیم و شهروالی کابل هم دور از زمان نبوده و تست ویروس کرونا مثبت شد. خداوند شفا نصیب بشه. تلاش داریم که خدمت بهتر شود و به مستحقین حداقل یک نان خشک سر سفرهشان برسه. به جواب سوال شما، ما تقریبا 9 سال میشه که در شهروالی کابل مصروف خدمت رسانی هستم و در پوست های مختلف وظیفه اجرا کردیم. ریاست کنترل، رئیس کنترل ساختمان های اساسی بودیم یک مدت، رئیس عمومی تنظیف بودیم یک مدت، رئیس کمیته حالات اضطرار همی موضوع آبخیزی و باران و بارندگی و گپا بودیم، مسئولیت چه داشتیم. رئیس ناحیه 19 شهروالی کابل بودیم، رئیس کمیته تنظیم ترافیک شهر کابل بودیم، یک مدتی با بخش ترافیک ما همکار بودیم و فعلا مسئولیت رئیس ناحیه 15 هستم و در ضمنش یک کمیته دیگه هم داریم که به نام کمیته عملیاتی کاهش ازدحام ترافیکی و تنظیم دستفروشان است که در این مسئولیت ها ما مصروف بودیم و خوشبختانه در این مدت 9 سال یک تقریبا یک تجربه زیادی است در خدمت شهروندان ما بینیم. خدا کنه که شهروندان ما از ما راضی بوده باشه و ما چیزی که در توان ما بوده در خدمت همشهری ما قرار داشتیم. زمانی که ما پا در داخل شهروالی کابل نهادم،
کوچکترین رئیس شاروالی کابل از لحاظ سن سال بودم، ولی حالا فضل خدای نسل سالم کلان شده رفت و تجربه هم زیاد شد. در خدمت هستی، ببینیم خداوند چی میکنه. موفق باشی. بسیار عالی است. عدی جان، امی اعلان نظم جاده، نظم شهر ما را شما دیدین یا ندیدین؟ بله. ما امرای اینا خیلی همکار است، امرای اینا در نقش یک پلیس ترافیک که بودم. بله. من نمی‌فهمم که چقدر مردم واقعا امین نظم جاده را مراعات میکنن و همکار هستن در قسمت تنظیف با شاروالی کابل، در قسمت نظم جاده ترافیک. و انجینر صاحب، شما خب تجربه تان زیاد است در این حال، همکاری مردم با شما چطور است؟ واقعا اعلان شما خیلی اعلانی است که توجه مردم به خود جلب کرده و شما نام خدا الحمدلله یک چهره هستین که همه با شما آشنا هستن و جلب توجه بیشتر زود استاد کردن. ما با شما هر دقیقه هر کس تخلف کنه جریمهش میکنم، اگر زباله را به جای پرته، اگر از قانون مراعات نکنه، از جاده یک طرفه بیه. دیدم میشه که انعکاسش خیلی مثبت است، خداوند کمک بکنه که با متخلفین شما ببخشین، شما برخورد میکنین، جریمه میکنین؟ اگرچه آله برای فعلا اداره ترافیک، مدیریت ترافیک کابل مربوط وزارت محترم داخله است، شوروالی کابل چندان امرایشان چی نداره، ما روابط مستقیم نداریم، اما غیر مستقیم همکاری داریم امرایشان. ما میخواییم که همکار خوب باشیم که نظم در جاده ها به وجود بیه. همکاری مردم طبعا نیاز است، اگر همکاری مردم وجود نداشته باشه، قسمی که شما اشاره کردین، اگر ما قوطی پیپسی را بیرون بندازیم، اگر بوتل را بیرون بندازیم، بالاخره سلامت باشید چطور مراد شد. تشکر انجینر صاحب. دوستا، میمان خوب ما آقای تواب احمدی، رئیس ناحیه 15 شهرداری کابل با ما هستند. صحبت های ما با اینا ادامه خود داشت، اما آل یک وقفه کوتاه میگیره. عزیزا، تشکر میکنم از حمایت کننده مالی برنامه، جوس شفا. شفا ضامن سلامتی شما. حتما یک بار شما ایر امتحان کنین. من مطمئن هستم که مرام دعا خواهد کردین که چی یک جوسی را بر ما پیشنهاد کردی. بازم خوش آمدین به برنامه افطاری. مهمان خوب ما آقای انجینر تواب احمدی، رئیس ناحیه 15 شاروالی کابل با ما هستند. قبلا در مورد توزیع نان از طرف دولت و شاروالی کابل به نیازمندان یاد کردیم. می خواهیم در این مورد امرای انجینر صاحب صحبت کوتاه داشته باشم. اول اینکه این یک اقدام فکر می کنم بسیار خوب است و واقعا لازم بود، چون تعداد زیادی از هموطنان ما از قیود روزگردی متضرر شدن، نیازمند هستند و شاید نان و خوراک برای خوردن نداشته باشند، و هم در این ماه مبارک رمضان که بسیار زیاد سخت است. خداوند خیر نصیبتون کنه با این طرح. اما میخوام بفهمم که انجینر صاحب، چقدر واقعا این پروسه شفاف است، عادلانه است و با صداقت پیش میره؟ شما این نیازمندان را چطور شناسایی کردین و این روند در ناحیه شما مخصوصا چطور با پیش میره؟ ما چند کاتگوری از گذرها را به هیئت‌هاش تعیین کردیم. مثلا در سطح خود ناحیه، رئیس ناحیه، رئیس کمیسیون است، یک کمیته را تشکیل دادیم که در این کمیته رئیس وکلای ما هستند، از شورای علما هستند، از بخش طبقه اوناس ما رئیسشان در اینجا هستند، از جامعه مدنی هستند، از نهادهای اجتماعی هستند، از خود مستحقین هستند، در این شامل از این کمیته هستند. این یک کمیسیون داخلی خود ناحیه است، باز یک کمیتی دیگه در سطح گذر ما داریم، در سطح یک گذر ما که یک وکیل گذر ما در رأسش قرار داره، همچون کمیتی را که ما در سطح ناحیه داریم، در گذر هم داریم، این موضوع رو در اونجا هم داریم. باز بعدش ما در سطح خود خبازی هم یک کمیسیون دیگر داریم که کمیسیون سیومی میشه. ما به خاطر شناسایی مستقین، اقدام ما این بوده که ما از طریق وکلای گذر، شورای علما، جامعه نهادهای مدنی، نهادهای اجتماعی، امی افراد اشخاصی را که قبلا براتون یادآوری کردم، این کمیسیون ها با کمیسیون های خرد دیگه در سطح گذرا تشکیل یافته که اینا مستحقین کوچه به کوچه بررسی میکنن، خانه به خانه بررسی میکنن کیها مستحق هستند، لستشان هم میگیرن. این لستا که بعدا گرفته شد، یک مستحق اون هفت کاتگوری پیش ما داره که
شام کی است یک مستحق اصلا کی باید باشه که هفت کاتگوری شامل شود باز ما این را مستحق میگیم. به این منظور ما لستار باز تمام شد تفکیک میکنیم، بعد از تفکیک جمع‌آوری میکنیم در خود ناحیه، اینا را شناسایی میکنیم که آیا اینا مستحق هستند یا نیستند. بعد از اینکه ما فهمیدیم اینا مستحق هستند، باز تشخیص میشه در سطح گذر ما چقدر مستحق داریم، در سطح قبوزی ما چقدر مستحق داریم. بساسیزی باز ما یک لست دیگر ترتیب میکنیم که چقدر نام ضرورت داریم و چقدر آرد ضرورت داریم. میگه با تشکر میکنیم از شما و من میخواییم برای دوستا بگویم که اگر شما یک لقمنان در خانه خودتان دارین، دیگه نیاز نیست که شما برین حق یک مستحق بگیرین و اجازه بتین که امون نان برای کسایی که مستحق است برسن و بیاین که خود ما از خود شروع کنیم تا ای که اینا کمیته تهیه بکنن و چند نفر بره و پیگیری کنه. بیاین که خود ما امی تصمیم بگیریم، اگر ما نان داریم اجازه بتیم کسایی که نان ندارن امینان اونا بگیرن مستحقین. خب میریم با خانواده شهید قهرمان مسعود الله آشنا میشیم. خلاف نام یک بچه یک داشتم و اول خدا بودم این روز گذارونی من هم بچه بود شکم این سهر بود هم باید پسی خانم بنابا بود خواه او رفت اگر سر ما سهر بود خدا کشتو این حالی ما در میدان هم تایم مانده حالی ما ایران مانده که چکا کنم این نامی روز گذارون خدا تلان با دوچ خیر بود صبح که نفهمیدم که مدرکشا هستم مدرکشا زندگی کرده ایستم صبح وقت دیگه نفهمیدم. عزیزا مادر شهید مسعود الله شابیبی از راه دور آمدن به کابل و اینجا امروز مهمان ما هستند. شابیبی جان بسیار داد خوش آمدین. شما که شما اما اقبت بخته یک کلر کنه از بدخشان آمدین؟ بسیار بسیار خوش آمدین. عزیزان تان بسیار داد خوشحال هستیم و ما با فرزندتان شهید مسعود الله امروز افتخار میکنیم. تشکر به شما را بکنم و همه ما برش دعا میکنیم، هم به اونا هم و هم به شما و خداوند تمام سربازان دیگر را که امروز در خط اول نبرد با دشمن هستند و از خاکشان و از سرزمین محافظت میکنند، خداوند اونا را در حفظ خود داشته باشه. عزا و پول و کمکی که امروز برای دو خانواده شهید ما جمع کردیم 429,158 افغانی و 1915 دلار است و از این پول سهم خانواده مادر شهید مسعود الله 214,579 افغانی و 958 دلار میشه و حال ما این پول به آقای احمدی تسلیم میکنم تا به مادر ما اهدا بکنن و احمدی صاحبم یک مبلغ رو به خوش اومدید علاوه میکنن. ان شاء الله این شهید ما را خداوند رحمت خیلی رحمتش بکنه و شما هم صبر و جمیل میخواید. زنده باشید. زنده باشید. خیر باشین مادر جون. سلامت باشید. سلامت باشین. عزیز خانواده شهدا را هم فراموش نکنین، اونا هم به حمایت شما نیاز دارن، مخصوصا خانوادهایی که سرپرست ندارن، پدرشان مادرشان کهنسال است و کارگر ندارن، نفقه آور در خانه ندارن، اولادای یتیم دارن. حتما هم در دعاهایتان اینا فراموش نکنین و هم اگر میشناسین تا حد توان با اینا کمک بکنین. آقای احمدی شما یک برادر جوانتان رشا جان هم از دست دادین و اونا هم جام شهادت نوشیدن، حتما شما درد این مادر و درد خانواده های دیگر را درک میکنین. 30 ثانیه وقت داریم، اگر کوتاه بگوین که چقدر مشکل است یک کسی عزیز خود از دست میده. واقعا خداوند مغفرتش کنه، شهید ما روحش جنت باشه. ما روزی که امو ساعتی که خبر شدم ما اشکم نمیمد، ما اشکایم خشک شده بود. ما میفهمم که چقدر سخت است. خداوند انشالله جنت فردوس نصیب شهید ما بکنه. واقعا دردش تحمل نمیشه که آدم چی بگه. ما جوان عزیز داریم، تفلکاش پیش ما از هر لحظه یک تفلکش میبینیم دو تا بچه اک نازنین داره، یعنی دردش تازه میشه. ما درد شما را میفهمم مادر جان. در افغانستان رحمتش کنه. سلامت باشین. در افغانستان شاید خانواده نباشه که داغدار نباشه. هر خانواده ای که ببینین داغدار است و یا هم شهید دادن. خداوند همه گیره در
حفاظت خود داشته باشه و خوش و آرام داشته باشه، یک صلح دائمی در کشور ما بیاره. عزیزا وقفه داریم و پس از وقفه دوباره برمیگردیم. خوش آمدین دوستان عزیز، تشکر از همراهیتان. انجینیر صاحب با ما در استودیو هستن و ما امو یک سوال همیشه گیرم میخوایم از انجینیر صاحبم داشته باشم که بسیار مهم است بر ما. اولین کار را که شما بعد از ختم شدن ویروس کرونا میخواین انجام بتین چی است؟ سوال بسیار سخت است. خب فکر کنم که بعد از کرونا اول یک ختم بگیریم، همه دوستان را دعوت بکنیم که کسایی که در امان انشاءالله مانده باشند دعا بکنیم برای همگی، و دومش اگر خواست خدا بود و توانایی اگر داشتیم یک شفاخانه اگر بتوانم ساخته که همین فیس شام مفت باشه و همین کسایی که مریض هستن و مریض میشن مفت فری بدون کدام فیس بدون کدام دغدغه و جنجال یک اپات داشت. بسیار نیت خوب، نیت خیر، براتون موفقیت آرزو میکنیم. تشکر. بله واقعا در این وضعیت در این شرایط در این روزا بر ما اهمیت خدمات صحی بسیار خوب واضح شد که چقدر مهم است که باید در قسمت توجه بیشتر و زیادتر صورت بگیره. انشالله که بخیر همین ویروس و همین بیماری در دنیا مخصوصا در وطن ما تمام شود و ما و شما به تمام کارهایی که دوست داریم و آرزوهایی که داریم برسیم و اون کارها را انجام بدیم. عزیزا لحظات کم دقایق کم باقی مانده به افطار و در این لحظه بیان که با هم یک جا از شنیدن یک نعت زیبا لذت ببریم و فیض ببریم و این نعت حاجی محمد حنیف بر ما و شما میخوانه. حاجی سید محمد حنیف خوش آمدین، بفرمایید. خوش باشید. یا رب چی شود که هز نایت و از لطف امین بنایت بر روزیان رسول اشرف یک بار دیگر کنی مشرف تا خاک مدینه فلکشان جارو بکنم بنوک مجگان ام سرمه کشم بدیده تر از خاک فرافضای دلبر یعنی که دل خراب خود را لخت جگر کباب خود را پاشم نمک ز خان اقدس در شهر مدینه مقدس یارب هوس مدینه دارم آتش و درون سینه دارم مرا کشان و کشان سوی آستان ببره مرا کشان و کشان سوی آستان ببره به نزد بارگه شایلا مکان ببرید به نزد بارگه شایلا مکان ببرید مرا نبود و بار لم و یسترم تقوا خجلت کار خودم زار و ناتوان ببرید چو جان خسته من از بدن شود بیرون بکوی دوست و کشان کش دوان دوان ببرید هزاران درود و هزاران سلام ز ما بر محمد علیه الصلوات و علیه السلام. بسیار زیبا ماشاءالله، تشکر میکنیم از حاجی صاحب محمد حنیف
نعت بسیار زیبا را تقدیم با شما کرد. سلامت باشین حاجی صاحب، خداوند عمر طولانی نصیب کنه، زنده باشین. عزیز مهمان ما انجینر صاحب تواب احمدی با ما هستند، شما هم با ما همراه باشین. حال وقفه میگیریم، دوباره زود برمیگردیم. پدر شهید عبدالنور اوژینری است، او پسرمون میشد. تخمینا 8 سال 7 سال وظیفه اجرا کرده است در اردوی ملی، در ارسوالی آب کمری شهید شد و شهادت رسید. نجار استیم، توسط نجاری در کلکین مردم کار میکنیم، پول میگیریم، روزگار پیش میبریم. بسیار بچه با اخلاق خوب بود، با استعداد بچه بود، چون مکتب شخان خلاص کرد. دو سال دیگه در کابل در نرسینگی خواند، باز همونجا که خواند از همونجا باز رفت در اردوی ملی. صرف خانیمش مونده، یک کسی نمونده است. فضل خدا باز عزیز که گفته کلامی که اگر خانیمش خودش شهید شد رضای الله، ما گفته کلامی میتونیم که خانیمش هم نگاه کنم، اولادش هم نگاه کنم. در پیامی در باره خیلی سل ما خوش هستیم که سل شوه، آرامی شوه، دیگه اولادای مسلمان ها کشته نشوه. اسم عبدالمنان است، فرزند جسی عبدالنبی و شهید عبدالنان. از ما تقریبا یک سال دو ماه مقرر تفاوت داشتیم. ولایت بازگرد سپولی آب کماری یک کسی بر ما زنگ زد که یعنی بیادرت بینینم بینینم خدا بخش شهید شده است. یک جان تشکر میکنیم از قاری صاحب مختارات عطا. دوستا افطار بسیار خوب و خوش به همتان آرزو میکنم، اشتیای خوب، روزه و نمازتان قبول. با ما سرسفره افطاری پدر شهید عبدالمنان آجی صاحب محمد نبی هم پیوستن که از راه بسیار دور از ولایت زیبای بدخشان به برنامه تشریف آوردن. اینا را هم خوش آمدید میگیم و اشتیای خوب بر هم شما میخواییم. اینجنر صاحب سوپای مجنون جان بسیار زیاد مشهور است. نام خدا، نام خدا. چطور است؟ شما را مزه داد؟ دست در نکنم مجنون جان، قربانتان. و دوستا ما قبل از افطار و قبل از اذان قصه خانواده حاجی محمد نبی را دیدیم و از فرزند شهیدشان عبدالمنان که در راه از حفاظت از آزادی و وطن و در راه حفاظت مردم جام شهادت نوشیدند. این حال با ما هستند و طبعا که دعای همه ما شما را و حمایت همه ما شما را با خود می داشته باشند و با خود دارند. بسیار خوش آمدن یک بار دیگه و ما هیچگاه شهامت و غیرت فرزندتان فراموش نمی کنیم و به شما و خانواده تان دعا می کنیم. زنده باشید. باید براتون بگویم که یک مبلغ پول را مردم به خاطر حمایت از خانواده شما فرستادند که سهم شما 214,579 افغانی و 958 دلار است و حال ما این پول با انجینر صاحب تواب احمدی میتونم، اونا هم یک مبلغ را به این پول اضافه میکنن. این پول پیش زکی نوانا بخورین، این پول شما بگیرین صاحب. بسیار بخیر باشین. قدر شما سر ما و سر تمام مردم بسیار زیاد است. خداوند مغفرت کنه پدر جان. انجینر صاحب خدا نصیبی باشه شهید ما. تشکر از شما سید. تشکر از تلویزیون طلوع، کارمندای طلوع. تشکر. خداوند مغفرت شما. سلامت باشین. انشالله که وضعیت زندگی شما بهتر شوه. توکل به خدا. با خانواده که رفتین بلخشان حتما سلام برسانین. من کل زدم، شما هم زدین، مایع ضد عفونی استفاده کنین که خدا نخواسته پیش شما مریض نشین. انشالله به یورخ میشه. پول که دوستا زدیم همیشه یادتان باشه که دوستای ما را باید با صابون و یا هم مایع ضد عفونی کننده باید پاک کنیم. ما بخیل مگذره زیاد استفاده کردم. خب بفرمایید. نان نوش جانتان، خدا کنه که تمام هموطنان ما افطار خوب داشته باشین. حدی جان، ما شما یک کار دیگه ما مانده که همین لیست کمک کننده را بخوانیم که اونا هم منتظر هستن که پول کی ها شامل کمک امروز بود. شما راحت نانتان رو بخورین، ما پس میایم سر همین لیست رو بخوانیم پس میایم. ما تشکر را میکنم از تمام هموطنان خیرخواه ما، از تجار ملی که در بخش مساعدت و همدردی برنامه افطاری اینا
همکار هستند و با خانواده شهدای اردوی ملی افغانستان کمک میکنند. بنیاد خیریه اجمل رحمانی روزانه 100,000 افغانی، الهاج حبیب الله پیرزاده رئیس کمپانی های ACCL انٹرنشنل روزانه 50,000 افغانی، رهبری شرکت اورنج لیف موبایل رحمت الله امیری و هاشم امیری روزانه 33,440 افغانی تا 20 رمضان، بنیاد خیریه وحدت و الهاج توفیق وحدت نماینده کابل در ولسی جده روزانه 25,000 افغانی، بنیاد خیریه اتاق تجارت بین المللی افغانستان روزانه 10,000 افغانی، از طرف یک فامیل افغان مقیم خارج روزانه 12,000 افغانی، بنیاد خیریه غزنفر روزانه 10,000 افغانی، پرویز امینی معاون اتاق تجارت پنچی روزانه 7500 افغانی، خواهر ما پروین پشتونوار از شهر لس آنجلس امریکا روزانه 5000 افغانی، کمال صاحب روزانه 5000 افغانی، عالمشان نظری و خانمشان بی بی آجی از فرانکفورت آلمان روزانه 10000 افغانی، خانواده الکوزای از کانادا روزانه 5000 افغانی، بنیاد خیریه بشیری روزانه 5000 افغانی، محمد قاسم امینی و جمشید امینی 5000 افغانی، داوود کندوزی از جرمنی روزانه 5000 افغانی، از طرف ماماگل تجار ملی روزانه 500 دلار، ندیم امیری ستاره درخشان فوتبال از آلمان روزانه 100 دلار، شرکت تجارتی آرف وسیل لیمیتد روزانه 100 دلار، از امریکای جنوبی 50 دلار، جوانان افغان از گوشه‌های مختلف دنیا روزانه 120 دلار، بی بی آجی ماری از آمبورگ جرمنی 100 دلار، از طرف فامیل واسل از امریکا 100 دلار، شکیب و شعیب ترین از کالیفرنیا امریکا 100 دلار، حبیب الله 100 دلار. عزیز جان بخیر هستم، میخوانین یا من بودو گرم کرده ادامه بتون میشه؟ شما ادامه بتون که گرم آمدیم. بله. شهریار 100 دلار، دکتر سیما غوثی روزانه 200 دلار، طارق عزیز روزانه 5625 افغانی، دکتر میر عبیدالله کوهستانی 5000 افغانی، بنیاد خیریه ندا زاهد روزانه 10000 افغانی، الهاج خیرالدین مایل رئیس عمومی بشیر نوید گروپ 11111 افغانی، سید رضوان الله از کابل روزانه 10000 افغانی، شمس الرحمن قاضی زاده از شهر دبی 5000 افغانی، مراد شهید 5000 افغانی، موسی هوکو روزانه 5000 افغانی، عمر اکبر از کالیفرنیا 5000 افغانی، فامیل نورزاد 10000 افغانی، امینه زازی از مکرویان سی روزانه 5000 افغانی، تاجر ملی محمد اکبر ارغندیوال روزانه 10000 افغانی، بی آجی و اولادش از همیلتون کانادا 5000 افغانی، میلا جان و مادرش از شهر همیلتون کانادا 5000 افغانی، قیس بلوج از تورنتوی کانادا 5000 افغانی، فامیل حاجی محمد آصف از لندن روزانه 7500 افغانی، فامیل بی آجی آمنه از دنمارک 11000 افغانی، بی بی آجی از شهرک آریا 100 دلار، یک تن از استادان دانشگاه طبی کابل 600 دلار، نسیمه از سویدن 30,000 افغانی فرستاده بودند، در روزهای قبل پولشان برای خانواده های نیازمند در برنامه تسلیم داده شد، متاسفانه از لیست ما نامشان مانده بود. مرزی پوپل از ملبورن استرالیا 25,099 افغانی فرستادند، سهم امروز 5,099 افغانی، محمد آصف ونکوور کانارا 30,780 افغانی فرستادند، سهم امروز 5,780 افغانی، فامیل بارکزای برای خوشنودی ارواح مرحوم حاجی عبدالحبیب بارکزای و مرحومه بی بی حاجی حفیظه بارکزای از تورنتوی کانادا 5,000 افغانی فرستادند، سهم امروز 5,000 افغانی، اسما واحدی از دنمارک 40,130 افغانی فرستادند، سهم امروز 5,130 افغانی، و حاجی عوض خواجه میر از تورنتوی کانادا 345 دلار فرستادند، سهم امروز 145 دلار. با عمر و مالتان برکت، یک جهان سپاس. بله، تشکر از تمام دوستان عزیز ما، هر جایی که هستین در پناه خداوند یکتا باشین. شبتان بخیر، آرزوی موفقیت داریم براتون.